سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. عمده مطالب روزنامه های حکومتی امروز چهارشنبه هشتم اسفند به موضوع استفای ظریف و مسائل حاشیه اون از جمله FATF اختصاص پیدا کرد. تیتر روزنامه اساسا همین موضوع رو انعکاس میدن. از ابرا شروع می‌کنیم که از قول روحانی نوشته نمی شود کشور را دست ده 20 نفر بدهند. اصل رسانه باز از قول روحانی اینطوری می نوشته. بدون تصویب FATF دچار مشکل می شود. کارو کار هم نوشته روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی قطع رابطه با FATF فعالیت های بانکی را دچار مشکل می کنه. توی روزنامه باند ولی فقیر ارتجا بحران درونی رژیم دیده میشه که ضمن حمله به ظریف به خاطر همزمانی استعفاش با زمان حضور دیکتاتور سوریه توی تهران از اون خواستن که استفای خودش رو پس بگیریم. پاستار حسین شریعت مداری توی کیهان اینطوری می نویسه گویی جناب ظریف خدای نخواسته از پیروزی های پی در پی ایران اسلامی و مخصوصا از پیروزی مقاومت دلخوشی چندانی ندارد که دقیقا همزمان با حضور بشار اسد در تهران دست به استفا می زند. انتظار از آقای ظریف این بوده و هست که میدان را ترک نکنند. جوانم ضمن حمله به ظریف و روحانی نوشته آیا ظریف نمیداند که حضور قهرمان جهان عرب در تهران منظور اسد جنایتکار میگه بعد از یک جنگ جانانه با تروریست ها و حامیان نقطه عطفی در سیاست خارجی است و اگر میداند چطور خودخواهی را با ایثار معاوضه نمی کند سرانجام نافرجام برجام و اسپیوی هم نتوانست قامت وی را بلندتر نشان دهد بنابراین مدعیان تجربه آموخته سیاست خارجی در بیخ گوش رئیس جمهور دست به دست هم دادند تا احساسات ظریف قلیان نماید و انتقام خود را از برد رسانه‌ای سفر اسد بگیرد. جوان بعدش از ظریف خواسته که برگرد و اضافه میکنه نمیشود مشکلات را در وقت دیگر با رهبری ترک کرد یا در موقعی دیگر غیر از شب حضور اسد حل کرد. روزنامه باند ولی فقی ضمن درخواست برگشتن ظریف اونو و باند روحانی و مورد حمله قرار دادن و نوشتن از جمله در روزنامه رسالت اینکه شخصی پس از شکست طرحها و راهبردهایش استفاده هد اساسا مطلوب است اما اینکه مترصد فرصتی برای کنارگیری باشد و در زمان مناسب که مثلا یک جلسه رسمی با حضور بشار اسد باشد به بهانه نچندان قابل قبول از زیر بار مسئولیت شانی خالی کند غیر قابل پذیرش است و روزنامه وطن امروز هم اینطوری می نویسه بر فرض پذیرش استفای آقای زریف جناب رئیس جمهور سعید جلیلی را به عنوان جایگزین او به مجلس معرفی نخواهد کرد ناخوانده پیداست که قرعه این فال به نام واعزی یا اراقچی مثلا یا تخت روانچی و آدم از همین جنس خواهد افتاد پس از این با در قفس کردن چه سود با ما شوخی دارید آقای زریف؟ فکر میکنین اکنون زمان خوبی برای این شوخی هاست به راستی فردی که قریب 6 سال یک ملت 80 میلیون را معطل خود و برنامه های برجامش کرده است چگونه میتواند یک شبه و ناگهان به دلیل یک ناهماهنگی نا بزند زیر میز بازی روزنامه باند روحانی هم به ضرورت تمکین رژیم به خواست جامعه جهانی تاکید کردن و به گوشه از چنگانگی دستگاه سیاست خارجی رژیم از آنو و اقرار کردن روزنامه آرمان اینطوری می نویسه. علی خورم ممکن است برخی تصور نمایند اگر فرمان سیاست خارجی دست آنها باشد در منطقه و در جهان منوفهای آنچنانی خواهند داد ولی کشورداری با اداره یک سازمان آزادی بخش تفاوت اصولی دارد و ایجاد اعتماد در جامعه بین‌المللی که سرمایه هر کشوری در بخش خارجی است با روش های آزادی بخشی میسور نخواهد بود و روزنامه ابتکارم از قول مهدی متحرنی اینطوری می نویسه. سیاست خارجی ایران در دست دولت نیست که با رفتن وزیر خارجه و یا حتی رئیس جمهوری تغییر کند. سیاست خارجی ایران به جب به سمت و سوی می روید که باید تصمیمات نهایی در این عرصه در ارتباط با آمریکا طی شش ماه آینده گرفته شود. بنابراین وضعیت کنونی ایران چهار راه تلاقی تحولات و تغییرات متفاوت گریزناپذیری است که آینده ایران را تحت شعا قرار می دهد. خب دوستان عزیز این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید